سال در واقع 11 رو قرابتش رو با هم دیگه شروع کنیم، ستایش لطف خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. سر تو بگی بالا ببین من چی میگم بابا. اولین حرفی که اینجا هستش اینه که یه چیزی حذف شده. این بیت یه دونه جمله است. به نام چاشنی بخش زبانها و حلاوت سنج معنی در بیانها آغاز میکنم. پس بنده خدا سخنشو آغاز کرده با نام و یاد خدایی که حالا میگیم چی است. این یعنی که ما یه حذف داریم اینجا. به من بگید ببینم آیا ما اینه این آغاز میکنم رو در واقع بیتمون باز هم داریمش؟ آره؟ نه. پس حذف ما، حذفمون به قرینه چیه بچه ها؟ آفرین، لفظی. پس حذف، ببخشید، حذفمون به قرینه معنویه. excuse me. میدونی یعنی چی حذف قرینه معنوی؟ یعنی کلمه‌ای که حذف شده اینش موجود نیست. نکته بعدی که باز خیلی حائز اهمیت برای بنده اینه، آقا چاشنی یعنی تمام مزه، حلاوت یعنی شیرینی، نگه شیرینا، شیرینی. از اون ور میگه حلاوت سنج معنی، یعنی خدا به سخن و در واقع معنی و بیان ما شیرینی بخشیده. این دوتا وقتی بهشون شیرینی بخشیده شده یه حرفی اتفاق میفته حسامیزی. ببین معنی و گفتار و بیان ما در واقع حس چی هستن؟ ما میگیم و میشنویم دیگه، شنوایی. این که گفته بهشون شیرینی بخشیده، شیرین مزه است پس چشاییه. دو حس رو با هم برای یه چیز رو برده بهش میگیم حس آمیزی. تلمیح هم داره، یه تلمیحی که خب خیلی در واقع کنکوری نیست ولی دونستنش بد نیست. خدا به ما حرف زدن یاد داده. اصلا موضوع بحث ما همینه بچه ها. میخواد بگه بابا خداوند به کلام و به بیان ما در واقع شیرینی بخشیده، یعنی خدا به ما حرف زدن یاد داده. علاوه بر این که خب سخنمون رو با نام و یاد خدا آغاز کردیم، می نویسم خداوند به ما سخن گفتن آموخته و سلام. این خیلی برام مهمه بابا، مواظبش باش. شیکتورش هم اینجاست، شیکش میگه آقا عنایت لطف خدا به انسان در گویای و شیرینی سخن و معنا. یعنی اگه من گویام حرف میزنم، اگه شیرین سخن هستم و اگر حرفم معنایی داره، به خاطر لطف و عنایت کیست؟ خداوند. خدا به ما حرف زدن یاد داده و کلام ما رو شیرین کرده است. این از این. حذف به قرینه مونم که توضیح دادیم، حذف به قرینه معنوی آغاز میکنم چون اینشو نداریم. اونایی که ترکیب اسمی اضافی ها رو خوب با من بودن و قبلا از من شنیدن میدونن اینجا خیلی کمک ها میتونم بهشون بکنم. بیشتر مثال های ترکیب اسمی اضافی ها اونو حتما نگاه بکنید. اینم بذارم اینجا. خب بریم حالا بیت بخونیم. بیت بعد چی بگه؟ بگه خداوند به کلام و بیان ما شیرینی اضافه کرده، ما رو در واقع شیرین سخن کرده. بیت اولو ببین، میگه زهی گویا ز تو کام و زبانم، تویی هم آشکارا هم نهانم. آها، گویاز تو کام و زبانم یعنی چی بچه جون؟ آها، یعنی خدا گویا کرده کام دهان و زبان ما رو. بعدی میگه به نام خدایی که جان آفرید. خب با نام و یاد خدا آغاز کرده سخنش رو. بعد میگه سخن گفتن در زبان آفرید. خب باز میریم سمت چی؟ اینکه خدا به ما حرف زدن یاد داده. بیت بعدی رو ببین، میگه اگر ما را نیاموزی تو گفتار، درازا منزلا و مشکلا کار. میگه اگر تو یعنی خدا به ما گفتار یاد نده، منزل و مقصد و مسیر ما دراز و از طرفی کارهای ما مشکل میشود. پس صحبتمونی که خداوند شیرین کننده سخن و بیان ماست، به ما حرف زدن یاد داده و ما حرفمون رو با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. بریم سراغ صفحه 191 اونایی که کتاب دارن و یه بیت معروف. بلندان سر که او خواهد بلندش، نژندان دل که او خواهد نژندش. نژند یعنی اندوهگین، غمگین. میگه سری سربلند میشه که او خواهد. او کیه؟ خدا. پس میگه کسی سربلند میشه که خدا بخواد، تو عز و منتشا. و کسی نژند و خار میشه، کسی دلش اندوهگین میشه که باز خدا بخواد. بلندان سر که او خواهد بلندش، نژندان دل که او خواهد نژندش. سر بیار بالا. پس کسی سر بلند میشه که خدا بخواد، کسی غمگین و ناراحت میشه که خدا بخواد. منظور از این او کیه؟ خدا. و این یعنی همه چیز دست خداست. اینجا نوشتم همه چیز دست خداست.
این یعنی بی اختیاری انسان، یعنی انسان در بحث قضا و قدر اختیاری ندارد، کاری نیست. حالا نگاه کنید بچه ها، بیتش الله کلنگیه. یعنی چی؟ میگه یه در خدا خوشبخت میکنه، یه در بدبخت میکنه، یه در میبره بالا، یه در میندازه پایین. مشکلی بود؟ نه. اما نگاه کن، میخوام بگم عزت و ذلت دست کیه؟ خدا. هر کی رو بخواد عزیز، هر کی رو بخواد ذلیل. آگرم براتون اینجا آوردم ها، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. هر کی را بخواهد عزیز میکنه، هر کی را بخواهد ذلیل میکنه. بلند و پایین، بالا و پایین. قبول؟ خود آیه اصلا باز اینجا درشتر برات آوردم که خب میدونیم تلمیح میسازه، با هم دیگه خونده بودیم، 26 آل عمرانه. تا اینجا مشکلی بود؟ نه. اما ادامه میدم حرفمو، بریم عبارتهایی بخونیم که موضوعش این باشه که بقا همه چی دست خداست، ما در واقع اتفاقاتی که خدا برای ما رقم میزنه بی اختیار هستیم. خب این بهش میگیم قضا و قدر. بیا بریم سراغ عبارت اول. فقط یه الف اینجا باید بذاریم. ارجمند گرداننده بندگان از خاری و در پای افکننده گردنکشان از سروری. ببین یه سری بنده رو از خاری ارجمند میکنه، یه سری آدم گردنکش هم از سروریشون میندازه به پا. این یعنی چی؟ یکی بالا یکی پایین. بعدی رو نگاه، یکی را برآرد به ابر بلند، یکی زو شود زار و خار و نژند. یکی بالا یکی پایین. بعدی، یکی را به سر برنهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آرد ز تخت. یکی رو میبره بالا یکی رو میندازه پایین. کلاه سعادت یکی بر سرش، گلیم شقاوت یکی در برش. یکی رو میبره بالا یکی رو میندازه پایین. بیت پنجم، گلستان کند آتشی بر خلیل. یعنی چی؟ این خلیل که میدونی بهتر از من، منظور حضرت ابراهیم است. ببین چی میگه؟ میگه از آتش حضرت ابراهیم رو میبره تو گلستون، یعنی آتش رو براش گلستون میکنه. و گروهی به آتش برد ز آب نیل، یه سری رو از آب نیل در میاره و میندازه توی آتش، یه عده پایین یه عده بالا. حالا صحبت دیگه من اینه، مگه نمیگیم همه چی دست خداست؟ مگه نمیگیم اتفاق دست ما نیست؟ عزت و ذلت دست ما نیست، دست خداست. یعنی خدا بخواد من عزیز میکنه، تو میتونی عوضش کنی؟ نه. آها، پس خدا هر کی رو عزیز کنم دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، عزیز میمونه. خدا هر کی رو بخواد میبره بالا، مام کاری نیستیم عوضش کنیم، مام نمیتونیم بکشیمش پایین. مرسی. این از این. بریم سراغ کادر بعدی. 193 میگه در نابسته احسان گشاده است، به هر کس آنچه میبایست داده است. اولا سرا بالا، در نابسته احسان رو گشاده. آقا اینجا یه آرایه مهم داریم، نابسته یعنی باز، گشوده. حالا میگه در نابسته احسان رو خداوند گشاده است، باز کرده است. آقا یه دری که بازه رو دوباره باز کردیم، این یه پارادوکس کوچولو برای ما میسازه. پس ما اینجا آرایه پارادوکس هم داریم، تناقض متناقضم رو ننوشتم و بنویستم. حالا به هر کس آنچه میبایست داده است، یعنی خدا هر کس هر چقدر که لایقش بوده و نیازش بوده. ببین میبایست یعنی ضرورت داشته، هر چقدر که لازم بوده و ضرورت داشته خدا رزق و روزی بهتون داده، به هر کی اندازه خودش. آقای پازوکی این یعنی چی؟ یعنی این آیه قشنگ، نگاه کن اینجا رو، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند رزق و روزی میده بهتون، به هر کی دلش بخواد، تازه بدون حساب کتاب، هر چقدر که لازم باشه، چه خودش بدونه. همانا خداوند هر کس را که بخواهد بی حساب روزی میدهد. 37 آل عمران بوده. نکته بعدی، یه نگاه بندازید، این میگه در احسان رو باز کرده، دری که باز بوده رو باز کرده. این یعنی خیلی خداوند احسان و کرم و خوبی و نیکوکاری داره، یعنی فراگیر بودن نیکی و روزی بخشی خدا که شیکترین حالت ممکنه. شو من بهش میگم چی بچه ها؟ عمومیت رزاقیت خدا. یعنی خدا به ما چی میده؟ رزق و روزی میده. بیا اینجا نگاه کن، میگه خدایا رحمتت دریای عام است. او عمومیت داره رزق و روزی خدا. خدایا رحمت تو یه دریای عامه، برای همه هستش. یا مثلا بیت بعدی میگه عدیم زمین سفره عام اوست. اولا عدیم اگر نمیدونی بدون یعنی چرم، یا به قولی سفره چرمی، فرقی نداره.
وقتی میگه عدیم زمین یعنی زمین مثل یه سفره چرمی مونه. ای تی عدیم زمین دوباره سفره عام اوست. بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست، سر این سفره خان، سر این سفره چه دشمن چه دوست نشستن عمومیت داره. چنان پهن خانه کرم گسترد که سیمرغ در قاف قسمت خورد. میگه انقدر این خانه کرم خدا، سفره کرم خدا یعنی چی؟ یعنی کرم و بخشش خدا مثل یه چیمونه بچه ها؟ سفره. دوباره ای تی اضافه تشبیه. میگه انقدر گسترده است این سفره کرم خدا که سیمرغ که یه پرنده افسانه ای بوده اگه ببری سر قله قاف که معلوم نی کجاست اونم بهش رزق و روزی میرسه. اینقدر گسترده است رزق و روزی خدا. و معروف ترین بیتش که همتون حفظید، توی رزاق هر پیدا و پنهان، توی خلاق هر دانا و نادان، اول دهمتونه. درست شد؟ این از این. یا بیت سوال کنکور اینجاست، میگه مهیا کن روزی مار و مور وگر چند بی دست و پایند و زور. خدا مهیا میکنه حتی رزق و روزی مار و مور رو، هر چند جگجونه برای بی دست و پا و فلج و درب و داغونی هستند. این یعنی چی؟ خدا به همه رزق و روزی میده. بریم جلو بیت بعدی. به ترتیبی نهاده وضع عالم که نی یک موی باشد بیش و نی کم. آی پازوکی یعنی چی؟ اولا یه جمله، به ترتیبی نهاده وضع عالم، این یه دونه، که نی یک موی باشد بیش و نی کم. نی کم چی بچه ها؟ آها، نی کم چی باشد؟ باشد. آفرین. یعنی میخوام بگم این باشده اینجا بوده ولی چی شده؟ حذف شده. حالا این حذفی که اتفاق افتاده ما عینش رو داریم؟ آره داریم. اینها ما باشد رو قبلا در جمله داشتیم تو جمله قبلی، پس حذف ما به قرینه یه چیست؟ لفظی. این گوش ذهن کثیفت باشه. نکته بعدی، فعل باشد رو ببینید اینجا اومده تو این جمله دوم و نهاده که فعلمونه اینجا اومده. نشونشون کنید بچه ها، این باشد این نهاده با توجه به جایگاه فعلاشی بچه آباری کلا بلاغیه، دست شما درد نکنه. این از این. این نی رو میبینی اینجا یعنی نه، این نی رو میبینی اینجا این هم یعنی نه. میگه خدا یه جور این عالم رو درست کرده و خلق کرده وضعیت این عالم رو که نه اندازه تارموی چیزی زیاده نه کمه، همه چیز سر اندازه و دقت خلق شده، هر چیزی سر اندازه است، نه کمه نه زیاد. این یعنی در واقع خلقت خداوند حکمت و حسابگری وجود داره تو آفرینش این دنیا، وجود حکمت رو میگه. این یعنی خلقت در بهترین حالت ممکن. من میگم بچه ها نه کم نه زیاد، این قسمتی از مفهومتونه ها، بهترین حالت، نه کم نه زیاد چیزی، نه اندازه تارموی کم نه اندازه تارموی زیاد. میگی نه بیتو ببین، میگی نه بیتو ببین، میگه اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. میگه اگه یه ذره رو تو خلقت خداوند جا به جا کنی خلل یابد، ببین خلل یابد همه عالم سراپای. این خلیل نیستا، خلل اشتباه تایپی ماستا. میگه همه عالم به هم میریزه، خلل درش به وجود میاد اگه یه ذره رو جا به جا کنی تو خلقت خدا، یعنی همه چی سر اندازه است. این یه موضوع. موضوع بعدی، بیت بعدیه، خداوندی که در ذاتش علل نیست. آی پازوکی علل یعنی چی؟ علل اینجا یعنی بیماری، ضعف، ناتوانی، کمبود. خدایی که تو ذاتش هیچ بیماری و نقص و کاستی و ضعفی دیده نمیشه، هیچ ناتوانی نیست، جهانداری که در ملکش خلل نیست. تو این جهانی که آفریده، تو این عالمی که آفریده، تو ملکش هیچ خلل و ایرادی وجود نداره. بیت بعدی رو ببین. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاریگری خواستی. جهان رو به بهترین حالت ممکن خودش آراسته خدا، پس خلقت تو بهترین حالت ممکن. 194 برو بریم. میگه اگر لطفش قرین حال گردد، همه اقبالها، همه ادبارها اقبال گردد. آقای پازوکی ما ادبار نمیدونیم چی؟ ادبار یعنی بدبختی، اقبال یعنی خوشبختی. میگه اگه لطف خدا قرین حال ما بشه، یعنی همراه ما بشه، شامل حال ما بشه،
همه بدبختیامون خوشبختی میشه، همه ادبارها تبدیل میشه به اقبال. همینجا همه خنگا پارادوکس میگیرن. آقا جان اینجا پارادوکسی وجود نداره. چی پارادوکس میگیری؟ مگه یارو همزمان ادبار و اقبال داشته؟ اینا که همزمان نیستن تو داری پارادوکس میگیری، پس پارادوکس نداری. میگه اگه بدبخت باشی خوشبخت میشی، شرطش چیه؟ لطف خدا شامل حالت بشه، قرین حال گردد. آها، حالا پس بیا ببین، میخوام بهت بگم این همون تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. خدا هر کی رو بخواد عزیز میکنه، هر کی رو بخواد ذلیل و پست میکنه. تا اینجا قبول؟ یه نگاه بنداز. نوشتم لطف خدا سبب چیه بابا؟ خوشبختیه. و در واقع همه چیز دست خداوند است. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. قبول؟ بله. این از این مشکل خاصی نداشت. نکته عجیب غریبی هم تو بیت نیست. آها، چرا؟ یه چیزی جا نندازی پازوکی برای بچه‌های مردم پول دادن. اینجا نگاه کن. ادبار گفتیم نگونبختی، پشت کردن. اقبال گفتیم نیکبختی، روی آوردن. این بیسابو به پایینا. ادبار پشت کردن، اقبال روی آوردن. از اینا استفاده میکنن تو آزمونا اذیت میشی. بپا. بریم سراغ کادر بعدی. حالا بیت قبلی چی میگفت؟ میگه اگه لطف خدا شامل حالت بشه، اوضاع خوب میشه، همه بدبختیات خوشبختی میشن. حالا نگاه کن، میگه وگر توفیق او یک سوی نهد پای. حالا میگه اگه توفیق خدا یه سمت دیگه بره چی میشه؟ آها، پس این دفعه میخواد بگه اگه خدا بهت حال نده چی میشه؟ توفیق اون چیزی است که خدا را موافق خواهش بندش میکنه. یعنی چی؟ یعنی خواهش بنده به نتیجه میرسه، کلن سازگار گردانیدن. میگه اگه توفیق خدا با تو همراه نشه، یه ور دیگه بره، نه از تدبیر کار آید. این یه جمله. نه از رای بگو، نه از رای، آها، کار آید. این کار آید چی شده؟ حذف شده. حذفش به چه قرینه ایه؟ آفرین، لفظیه. چرا؟ چون اینش در واقع جمله موجود هست. پس حذف به قرینه یه چی داری بابا؟ باریکلا، لفظی داریم. اینم از این خوشکله. مشکلی بود؟ نه. آقا دقت کنید، دقت کنید، کلمه رای با پای برای شما جناس ناقص یا ناهمسان میزن، یه حرف اختلاف. از طرفی رای یعنی فکر رو اندیشه کردن، دیدن با عقل. دقیقاً تدبیرم همینه، اندیشه کردن تو عاقبت کار، تفکر و تأمل و اندیشه همونه. اوکی؟ اما رای و دیدن با عقل مواظب باشید، ترسناکش میکنم. قبوله بابا؟ مرسی. بیا اینجا ببینم آقا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا همون چیزی میشه که خدا میخواد. اگه خدا توفیقش رو شامل حالمون نکنه، دیگه فکر و اندیشه و نمیدونم تدبیر و رای و اینا هیچ فایده ای نداره، دیگه نمیشه، دیگه خدا نخواسته بشه. یعنی بازم همه چی دست خداست و بازم موضوع زیبای قضا و قدر. میخواد دیگه آقا ببین بابا میگه عقل و اندیشه ما عاجزه بدون عنایت و توفیق خدا. حالا بریم سراغ بیت بعدی. حرفای خوشگلی رو دارم. میگه خرد را گر نبخشد روشنایی، بماند تا ابد در تیره رایی. اینجا یه ذره چالش داریم. بیا نگاه کن. خرد را گر نبخشد روشنایی، مرتب شدش چی میشه؟ من اول میخوام یه هوا زوم کنم تو ببینی من چی مینویسم. سرت بگی بالا. خرد را گر نبخشد روشنایی، یعنی اگر، بذار یه ذره عقبتر بنویسم. میگه که اگر به خرد روشنایی نبخشد. الان این نبخشد که همه تو میدونید با همه ی عقب موندگیاتون فعله. اون را اون وسط بود، دیدی چه بلایی سرش اومد؟ اومد عقبتر، معنی بداد. یعنی بذاری من تمیز بنویسم، با شعور بنویسم، اینجوری میشه. نگاه کن، یعنی اون را اومد
قبل از کلمه خرد معنی بداد. اون موقع است که به این را میگیم رای چی؟ حرف اضافه. دادته؟ حالا میگه اگر بخرد، خب ترجمه کردیم، این رای معنی بداد حرف اضافه شد، من مینویسم ایشون حرف اضافه هستند. این خردی که بعدش اومده پس نقشش میشه چی؟ تمام. آفرین، متمم، چون به حرف اضافه است، بعد حرف اضافه متمم میاد. حالا چه چیز را نبخشد؟ روشنایی نبخشد. روشنایی هم که داد میزنه مفعول جملمون میشه، درست؟ بله. حالا یه دقت دیگه میخوام. جمله ما همه چی داشت جز، آها، جز نهاد. نهاد جملمون پس کو؟ کی اگه به خرد روشنایی نبخشه؟ آها، باری کلا به تو، خدا اگه به خرد روشنایی نبخشه. پس اینجا در واقع کلمه خدا که نهاد ما بوده چی شده بچه ها؟ حذف شده. تا اینجا قبول؟ پس نهاد جمله یا مصرع اولمون محذوف بود. بماند تا ابد در تیره رایی. به اینجا نگاه کن، الان بماند تا ابد در تیره رایی، این که فعله، بعدش تا حرف اضافه است، ابد میشه متمم. اینم از این. از اون ور در حرف اضافه است تیره رایی میشه چی؟ تمم. دوباره متمم. باز جمله چی نداره؟ چی جاش خالیه؟ نهاد. نهادش کیه؟ خیلی مهمه ها. میگه اگه خدا بخرد روشنایی نبخشد، تا ابد در تیره رایی میماند. کی تا ابد در تیره رایی میماند؟ خرد. آها، پس نهاد ما خرد این دفعه که حذف شده. گرفتی آقا؟ بسیار عالی. پس مواظب این بیته باشید. حالا صحبت ها دارم، انواع را رو یادت رفته، الان یادت میارم، ایک بیری نگران نباش. اما قبلش، مگه نمیگه تیر رایی؟ سرتو بالا، سرتو بالا. مگه نمیگه تیر رایی؟ خب رای فکر و اندیشه است، میگه تیره میشه. خب تیرگی رو مگه ما نمیبینیم؟ آها، چرا؟ مگه بینایی نیست؟ خب ما به صورت بی ربط دادیمش به رای. اگه یاد بشه از ویژگی های چه آرایی بود؟ آفرین، آرای حسامیزی. از طرفی مگه نمیگه تیرگی؟ چرا؟ مگه این نگفته روشنایی؟ چرا؟ خب پس اینا با هم چی دارن؟ تضاد دارن. تضاد بین اینا یادت نره، من اینا رو پوشوندم. تضاد بین اینا یادت نره، قبول؟ این از این. نکته دوم، ما چند تا جمله داشتیم اینجا؟ آها، این جمله یکته، اینم جمله چندته؟ دوته. دو تا جمله داشتیم آقا. در مورد چند جزئی بودن جمله ها چند جلسه دورتر صحبت میکنیم. نهاد جمله ها به قرینه چی شده بچه ها؟ آفرین، نهاد جمله ها به قرینه حذف شده. دیدی جمله اول خدا بود، جمله دوم نهاد خرد بود که حذف شده اند، محذوف هستند. تا اینجا قبول؟ بسیار عالی. این از این، این از این. اما آقا مگه نمیگه خدا اگه به خرد ما روشنایی نبخشد؟ آقا چرا میگه؟ خب همین حرف که میگه روشنایی میبخشه خدا، یعنی یخرجونهم من الظلمات الی النور، یعنی خدا ما رو از ظلمات و تاریکی ها خارج میکنه و به سمت نور هدایت میکنه. پس مواظب این هم باشید. اینم ترجمهش برای دوستانی که میخواستن. اوکی بابا؟ این از این. بعد یه سوال، خب این چه آرایه میسازه؟ خب این تلمیح میسازه دیگه، حواست باشه. آیه چیه؟ 257 بقره. از طرفی مگه خرد علم و دانش نیست؟ کوش اینا، مگه خرد علم و دانش نیست؟ چرا؟ میتونه خود خرد در تیره رایی بماند؟ این یه جای کار نمیرنگه؟ خرد تو بی خردی بمونه، خود خرد، نه من خردمندا، خود خرد تو بی خردی بمونه. یه سن یه مدرسه یه بی مدرسه. ها؟ میدونی چی بهت میگم؟ آباری کلا. یه پارادوکسی وجود داره تو این هیروویر. باری کلا. پس اینجا حواستون رو به آرایه چی؟ پارادوکس متناقض زمان هم جمع بکنید. حالا این که میگه خرد، آفرین، توی که میگفتی انسان 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 خرد انسانه، بله خرد مجاز از انسانه. تیره رایی هم که میدونی یعنی گمراه شدن، گمراهی. اینجا برات نوشتم.
حالا یه سوال، خرد در تیره رایی میماند. آها خرد و آدم حساب کردیم. آفرین، وقتی خرد و آدم حساب میکنی چه آرایی داری؟ تشخیص. هر تشخیص چیه؟ استعاره. باری کلا، اینم از این. اول تشخیصه، هر تشخیص هم که چیه؟ استعاره است. حالا بیا بریم یه ذره بیشتر حرف بزنیم. آقا مفهوم بیتو گرفتی؟ میخواد بگه آقا خرد انسان بدون بصیرت الهی تو عجز و تیرگی میمونه. بله. خودمونی ترش چی میشه های پازوکی؟ میخواد بگه خداوند به ما علم و دانش رو بخشیده است. مواظبت کنید، خدا به ما علم و دانش بخشیده. پس مسئول همه این علم ها کی این وسط؟ آفرین، خداست. خدا بوده که به ما علم و دانش رو داده. حالا بیا اینجا در بازی رو کثیف‌ترش کنم. بیتو ببین، میگه خرد را تو روشن بصر کرده ای. بیاین اینو مرتبش کنیم، نظرتونه؟ خرد را تو روشن بصر کرده ای. فلش میذارم، میارم اینجا، میارم اینجا. بیا بابا، خرد را تو مرتبش قبول بکنیم بازی که بیا اینجا یه بار دیگه، تو خرد را روشن بصر کرده ای. الان کرده ای چیته؟ فعلته. تو کیه؟ نهادته. چه کس را فلان کرده ای؟ آفرین، خرد که مفعوله. چطور کرده ای؟ روشن بصر مسندته. حالا این رایی که اینجا زردش کردم همون رایی که اینجا الان زردش کردم. خب به من بگید ببینم این را چه راییه؟ باریکلا، رای مفعولیه. چرا؟ چون خرد مگه مفعول نشده؟ چرا آقا؟ خرد مفعولمونه. خب رایی که بعد مفعول میاد بهش میگیم رای مفعولی. یا بعدی رو نگاه کن، بعدی رو باز میکنم اینجا. میگه سپهر خرد را توی آفتاب. مرتبش کنی، سپهر خرد را توی آفتاب. تو آفتاب سپهر خرد هستی. خب ما میدونیم الان هستی چیه ماست؟ فعل ماست. تو هم که چیه ماست؟ نهاد ماست. ها؟ تو چطور هستی؟ کامل. آوری کلا، آفتاب سپهر خرد هستی که در اصل مسند اصلیمون میشه این آفتاب، چون هست است پس میشه مسند اصلی ما. حالا یه سوال ازتون دارم، این رایی که تو ترجمه اینجا داشتیمش تو بیتمون، تو ترجمه چه بلایی سرش اومد؟ تبدیل به کسره شد. آها تو ترجمه تبدیل به کسره شد. بله. پس این رای چه رایی بوده که تبدیل به کسره شده است؟ آها این را بوده رای فک اضافه. همه راه رو یه دور مرور کردیم. چرا؟ چون برعکس کرده و تبدیل به کسره شده. یعنی چی؟ اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، سپهر خرد رو داشته باش، تورم داشته باش. بگی ببین، سپهر خرد را توی آفتاب، برعکسش کرد، را کسره شد. آها تو آفتاب سپهر خردی. جا این دوتا رو عوض کرد، اون را شد کسره. بهش میگیم رای فک که آوری کلا اضافه. دوزارید افتاد؟ حله. اینم از داستان انواع را. دیگه سعی کردم زیر و بم این بیت رو برات بکشم بیرون. یادتونم باشه که بازی این که کلمتون وندیه مرکبه، وندی مرکبه، اینا همه حذف شده است و دیگه بهش نیازی ندارید. این از این. بریم جلو. میگه کمال عقل آن باشد در این راه که گوید نیستم از هیچ آگاه. سرتو بیار بالا. میگه عقل آدم موقعی به کمال میرسه که بگه نیستم از هیچ آگاه. خب ما میدونیم نیستم فعل چیه؟ اسنادیه. از هیچ چیز آگاه نیستم. چطور نیستم؟ آگاه نیستم. آگاه هم که مسنده. حالا عقلم کی به کمال میرسه؟ موقعی که بگه من هیچ چی نمیفهمم از خدا. آها پس یه موضوع آشناه، ما اینو قبلا داشتیم. من ناکو آدرس بدم، این که نوشتم عقل انسان توانایی وصف خداوند را ندارد، دو جا داشتیم. چند جا؟ دو جا. سر بالا.
سر بالا سر بالا سر بالا سر بالا. اولا درس ستایش دوازدهم میدونی بیتش چی بود؟ نتوان وصف تو گفتن. این از این سه نقطه. حالت دوم کجا بود؟ سر توی بالا. سال دهم جا نداریم ریز می‌ریسم. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دارم که بیشک جان جانی. عقل انسان توانایی وصف خداوند را ندارد، مواظبش باشید. از طرفی به بیت اصلیتون نگاه کنید بچه ها. ببین، باشد فعلته، گوید فعلته، نیستم هم فعلته. این اگه یکه، این اگه دوه، این اگه سه، یک و سه شیوه چی ساختم؟ بلاغی. پس بلاغیامون تو جمله اول و تو جمله سوم. از طرفی تو جمله دوم، بخشی تو نهاد جمله دوم حذف قرینه چی شده؟ لفظی شده. دقت کنید، کمال عقل آن باشد در این راه که گوید. کی گوید؟ عقل گوید. عقل نهاد ماست که حذف شده. به چه قرینه ای؟ باریکلا، به قرینه لفظی، چون ایناش عقل. دو جایی افتاد؟ اینم از این. بریم جلو. حالا بریم بیتایی رو بخونیم که بگه عقل انسان توانه وصف خدا رو نداره و ما خدا رو درک نمی کنیم. بیت دوم. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. بیا این بر با من بیت مثلا چهار رو ببین. 1 2 3 4 5. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفتند و شنیده ایم و خانده ایم. یا مثلا یکی از بهترین بیتاش بیت آخره، میگه ز وصفش جانها حیران بمانده، من نگاه خرد انگوش در دندان بمانده. آنکه خرد انگوش در دندان بمانده یعنی چی؟ انگوش به دندون موندن یعنی تعجب کردن. خرد در برابر خدا و وصف خدا حیرانه و انگوش به دهون مونده. تا اینجا قبول؟ یکی از بهترین هاش، دوباره بهترین بیتاش، بیت خدمت درس کنم سومه. خداوندی که ذاتش بی زوال است. بچه اگه نمیدونی زوال یعنی چی، مثل نابودی بنویس با تو هم. آفرین. خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. اون گنگ ها گنگ نیست، حواست جمع کن باریکلا. اون حاجی گنگش بالا چه چیز دیگه بود. بیا اینجا حالا رسیدیم به سر درس چند؟ 1. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا داستان درس 1 درس نیکی، درس بسیار خوشگلیه. داستان اون روباهه، اون شیره و اون آقا درویشی که اینا رو دوتا رو تماشا و نگاه میکرده. بریم ببینیم چه خبره. بسم الله. میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای. ببین اکثر بیتاش قرابت معنایی ندارن. ببین مثلا 5 تا 4 تا بیت اساسی درس اونا مفهوم قرابت معنی و قابلیت سوال دادن دارن، باقیشون ندارن. حالا بیا بریم یه نگاه بنداز. میگی نه نگاه کن، یه سریشون داستان رو فقط جلو میبرن، بعد منم خیلی جزئی نمیشم توشون. یه موقعی من گیر میدم به یه مبحث خاصی، یه گیر میدم به دستور زبانش، گیر میدم به لغتها، اونجایی که لازمه وای میستم. نگران نباش. میگه یکی روبهی دید بی دست و با، فرو ماند در لطف و صنع خدا. میگه یه آقایی یه در واقع روباهی رو دید. این روباهی شل بود، درست نمیتونست راه بره، ناتوان بود، فلج بود، کج کوله بود، مثل خودتون. آها، یه نگاه به خودت بنداز. آره خودت. باریکلا. میگه یه آقایی داشت روباهی رو میدید، این دست با نداشت. با خودش رفت تو فکر، گفت خدایا این چیه تو خلق که من نمیفهمم، تو صنع و کار و آفرینش خداوند موندم. آقا نگاه کن، این صنع بی صاحب یعنی آفریدن، آفرینش، کردار. اونی که میگه کار خیلی لاته. پس صنع معنی کار همیده علاوه بر آفریدن و آفرینش. از طرفی این که میگه فروماند در لطف و صنع خدا یعنی متحیر و متعجب شد، یعنی خدایا تو چی کار داری میکنی، من که نمیفهمم این چی، چه خلقتی خدا که، چه کاری خدا کرده. میگه تو همین فکر را بود. نگاه کن چی میگفت با خودش. گفت که چون زندگانی میکند، بدین دست و پای از کجا میخورد. با خودش گفت آخه این بدبخت کجا میاره میخوره، چه جوری زنده است، آها چه جوری زندگی میکنه. این چه جوری که من میگم، این چونه،
چگونه زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پا از کجا میخورد، از کجا غذا میاره میخوره. این یعنی من هنوز نفهمیدم اسرار خدا رو. این عجز در درک اسرار چیه بچه ها؟ آفرینشه. این از این میگه در این بود درویش شورید رنگ، که شیری برآمد شغالی به چنگ. میگه تو همین فکر و خیال بود آقای درویش شورید رنگ، یعنی آشفت حال، میگه تو همین فکر بود آقای درویش که شیری برآمد شغالی به چنگ. میگه یه آقای شیری اومد، دیدن یه شغالی رو به دندون گرفته، شکار کرده، داره با خودش میبره. خلاصه داستان چیزی جلو رفت؟ نه. شغال نگونبخت را شیر خورد، بماندن چه روباه از آن سیر خورد. میگه اون شغال بدبخت رو شیره خوردش، بماندن چه روباه از آن سیر خورد. میگه هرچی پس مونده یه غذای اون یارو شیره شد، روباه اونو خورد و شد یه غذای کامل براش. یعنی چی؟ نگاه کن. میگم آقا شغال بدبخت رو شیره خورد، اون چیزی که از اون جنازه و جسد و لاشه شغال باقی مونده بود، روباه از اون یه غذای کامل خورد و سیر شد. یعنی خدا به هر نحوی رزق و روزی شما رو میرسونه. شیر اینجا واسطه رزق و روزی رسیدن به کی شده؟ باریکلا، به آقای روباه شده. میگه دیگر روز باز اتفاق افتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. میگه بازم مثل همیشه همون اتفاق افتاد، مثل روزای دیگه، روزی رسان قوت روزش بداد. خدا رزق و روزی این بنده خدا را بهش رسون، یعنی روباهه بازم مثل روزای دیگه بهش خوراک رسید، بهش غذا رسید. معنی ها کن؟ این قوت خب میدونیم یعنی غذا و خوراک، رزق روزانه. این که میگه بازم مثل همیشه این اتفاق افتاد، اینجاست روزی رسان بودن خداوند، دائمی بودن رزق و روزی. یعنی چی؟ یعنی خودتونو نکشید، خودتونو خسته نکنید، اینقدر تکاپو نکنید، خدا رزق و روزی شما رو هم میرسونه. پس به این فکر کنید، این یعنی قطعی بودن رزق و روزی. رزق و روزی به همه میرسه، پس به همون آیه اشاره داره دیگه. آفرین، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا به همه رزق و روزی میده بدون حساب کتاب. به این میگیم عمومیت رزاقیت خداوند. خدا به همه رزق و روزی میده. تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندین مسوز. یه خودتو نکش بدبخت، خودتو خسته نکن، اینقدر نسوز، اینقدر پدر خودتو در نیار. خدا رزق و روزی تو رو میده، چون خدا تواناه. این رزاقیت و عمومیت رزاقیت خداست. یا مثلا بیت دوم از پایین میگه گرم نیست روزی ز مهر کسان، خدای است رزاق و روزی رسان. اینو اون به من کمک نمی کنن، به من پول نمی رسونن، به من غذا نمی دن، اینا هوای منو ندارن، مهر و عشقی نسبت من ندارن، ندارن ندارن، به درک. کی رزاقه؟ خدا. خدای است رزاق و روزی است. چرا از اونا خواستی؟ خدا رزاق و روزی رسونه بابا. و اما سوتی نصف معلم ها، یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. یقین مرد را دیده بیننده کرد خیلی مهمه. یه دقیقه بکشیمش بیرون. مرد را دیده یعنی چی؟ آوری کلا، دیده مرد. یقین مرد را دیده بیننده کرد یعنی چی آقا؟ یعنی ایمان به خداوند. سر بالا. این یقین یعنی همین، یعنی ایمان به خدا چشمای مرد و بینا کرد و بهش بصیرت داد، باعث شد شد و بره، رفت شد و تکیه بر آفریننده کرد. گرفتی چی شد؟ رفت و تکیه کرد به خدا. تکیه به خدا کردن یعنی چی؟ یعنی توکل کردن به خداوند. باریکالله. پس این که میگه شد یعنی رفت، تکیه بر آفریننده کرد یعنی چی؟ توکل کرد، توکل کرد به خدا. حواستون رو جمع کنید، اینجا نکته داریم. این یعنی توکل به خدا و اون چیزایی که دیدم، مشاهداتم باعث بصیرت و بینایی من شده، چشام باز شده. پس حواستو به این جمع بکن. بریم کادر بعدی. تصمیم گرفت، گفت ببین، خلاصه مطلب این شد، گفت این روباهه خدا رزق و روزیشو هر جوری بود بهش رسوند، حتی به وسیله اون شیره. میگه من چرا پس دارم تلاش میکنم؟ منم میشینم یه گوشه، خدا رزق و روزی منو بهم میرسونه،
دیگه من چی میخوام این وسط؟ کز این پس به کنجی نشینم چو مور، که روزی نخوردند پیلان به زور. میگه در واقع فیلای گنده رزق و روزیشون رو با زور بازوشون که به دست نیوردن، اونا هم نشستن خدا رزق و روزیشون رسونده مثل این روباهه. منم از این به بعد به کنجی نشینم. آها، این یعنی چی بچا؟ این یعنی گوشه نشینی، این یعنی انزوا، این یعنی عزلت. باریکلا مواظب اینا باشید. پس یه کنجی بشینم مثل مور یعنی گوشه نشینی کنم، عزلت و انزوا. این از این یه نگاه بنداز. که از این پس به کنجی نشینم چمور، یه دونه این چمورم که میدونی دیگه تشبیه داریم. که روزی نخوردند پیلان به زور، اینم یه جمله. پس جمعاً چند تا جمله داشتیم؟ دو تا جمله داشتیم. این از این. اما چی میگه؟ تصمیم بر گوشه نشینی و انزوا و عزلت گرفته، تصمیم گرفته گوشه نشینی کنه، کارو بسپاره دست خدا که ایشالله خدا بهش رزق و روزی بده. اما یه بیت فوق العاده مهم میگه: زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرستد ز غیب. آقای پازوکی مگه غیب نیست؟ چرا؟ ولی ما اینجا غیب میخونیمش چون قافیه اون وقت جیبه. خب همتون یه چیزی میدونید، یکی از بدیهیاتو تعریف کنم. بدیهیات اینه که آقا زنختان یعنی چونه، جیبم که یعنی گریبان و یقه، غیبم که یعنی پنهان. حالا توی تابستون تو آرایه‌ها ما یه آرایه داشتیم یعنی کنایه، تا آخری جلسه‌مون بود، ولی زنختان فرو به جیب بردن اینجا نوشتم سر بالا کنایه است. کنایه از چیه؟ گوشه نشینی، انتظار و تفکر. یه گوشه بشینم صبر کنم که روزی بفرسته خدا از غیب. یعنی من صبر میکنم میمونم خدا رزق و روزی منو میده، من یه گوشه میشینم خیلی همجور معمولی کار نمیکنم، تلاش نمیکنم، تنبلی میکنم، خدا یا رزق و روزی منو برسون. گوشه نشینی میکنم، از مردم دوری میکنم که رزق و روزی به من برسه. آباریکلا این کار غلطه. ولی داره میگه، میگه گوشه نشینی کرد، عزلت و انزوا گزید که انتظار داشت رزق و روزی بهش برسه. بعد اینجوری نیست، خودمون میدونیم. حالا بریم بیت های گوشه نشینی رو بخونیم. قبلش من یه قلوب آب بزنم، خشکی بهم حمله کرده. بعد دلتون آب نخواد. خب بریم، دست شما درد نکنه، ببخشید. اما میگه امیدی به جامانده گر نیز هست، به سودای عزلت در خانه بست. آها، به سودای عزلت در خونه رو بقیه بست، گوشه نشینی، عزلت و انزوا. بیت بعدی خیلی قشنگه: زاهدی از خان رضا توشگیر، گشت ز قوقای جهان گوشگیر. زاهدی از خان رضا توشگیر گشت، چطور گشت؟ ز قوقای جهان گوشگیر. آها، از قوقای جهان گوشگیر گشت. اگه این گشت رو بگیری فعل اسنادی، چطور گشت؟ گوشگیر گشت، مسندت ها، درست میگم؟ باری کرده. یه بیت خیلی معروف، بچه دیدی کوه دیدی همیشه دور از مردم، همیشه تک و تنها، تا را دیدی یه کوه را بیفته بره جایی؟ نه. این یعنی چی؟ یعنی کوه نمادی از گوشه نشینی هم هست. اگر پای در دامن آری چو کوه، سرت ز آسمان بگذرد در شکوه. ارزشمند میشی اگه مثل کوه گوشه نشینی کنی. خب از خوبیای گوشه نشینی و عزلت و انزوا رو میگه. پس یادتون باشه این چیزی که من اینجا برات مشخص کردم یعنی گوشه نشینی، انزوا، عزلت. بریم جلو. خلاصه یارو گفت میشینم رزق و روزی میرسه ایشالله به حق علی، ولی نشد. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، تو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. سرتو بگی بالا. میگه نه بیگانه تیمار معنی اندیشم میده، تیمار معنی مراقبت و مواظبت هم از بیمار میده، غم و اندیشه و اینا. اما تیمار خوردن یعنی غمخواری، مراقبت کردن از کسی. میگه هیچ کی هواشو نداشت. خلاصه میگه این که من میشیرم به گوشه رزق و روزی میرسه، ولی نه بیگانه ها، نه غریبه ها، نه دوستاش، هیچ کی تحویلش نگرفت، هیچ کی بهش کمک نکرد. چی شد؟ چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. میگه مثل چنگ شد. بچه یادتونه
تو ایهام تناسب یاد داده بودم. اگه یاد رفته برو ببین بازا. اولا چنگ یکی ساز چنگه که اینجا معنی میده. میگه مثل ساز چنگ باریک و نازک و رشته رشته دیدی؟ آوری کرد. اما یه چنگ هم داریم که منظور پنجه است. میگه مثل پنجه رگ و استخون و پوست ازش مونده بود. پنجه معنی میده مثل پنجه شده بود؟ نه. همین که این پنجه معنی نمیده. آفرین، میدونم خیلیتون داری میگید. تناسب نداره، در واقع جایگذاری نمیشه. ولی تناسب دارد. با رگ، با استخون، با پوست. این تناسبات برای ما ایهام تناسب میسازه. پس این چنگ ایهام تناسب دارد. چنگ ایهام چی؟ تناسب. اینم از این. اما منظورش این چیه؟ ضعیف شده بود. ببین بقیهش رفت قسمت بعدی ها، نگاه کن. میگه نه رفیقاش بهش کمک کردن، نه دوستاش، مثل ساز چنگ لاغر و باریک شده بود، هیچ کی تعویلش نمیگرفت. میگه دیگه داشت میمرد. چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش صدایی از غیب اومد به در واقع سرش و در گوشش. میگه آقا از در واقع ضعیفی و بیحالی داشت میمرد، صبرش تموم شده بود، از دیوار محراب یه ندایی به گوشش اومد، یه صدای غیبی اومد. چی گفت؟ گفت برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. میگه چرا خودتو به فلجی زدی این اون روباهه؟ پاشو، دغل بازی چیه؟ چرا مکر و فریب و حیله؟ خودتو گول میزنی؟ پاشو برو شیر درنده باش، برو اتفاقا به جنگ رزق و روزی تو به دست بیار، مینداز خود را چو روباه شل. خودتو به تنبلی نزن. همینجا من سری می نویسم نکوهش تنبلی. این از این. قبول. نکته دوم این که میگه برو شیر درنده باش، این دعوت رو میکنه به تلاش، قدرتمندی. این یعنی چی؟ خودمون بریم رزق و روزیمون رو به دست بیاریم که چی بشه؟ که عزت نفسمون حفظ بشه. آی پازوکی ما نمیدونیم عزت نفس چیه. عزت نفس یعنی اتکا به خود برای جلوگیری از چی؟ خودم تلاش کنم به دست بیارم برای جلوگیری از این که منت بقیه ازم دور باشه، رو سرم نباشه. برای ببین چی میزم؟ برای دور شدن از منت دیگران. هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. باریکلا. دقیقا موضوع همینه. من نگاه کن. حالا میگه برو شیر درنده باش، خودتو به ضعیفی نزن. این یعنی ترک ضعف، ترک اون گوشه نشینی که به یارو میگفت. مواظبی دیگه. حالا ببری بیتا رو نگاه کنی، ولی بدونید یکی از مهمترین حرفایی که ما الان داریم میشونه اتکای به خود. مواظب باش. حالا اینجا بیت سومو ببینید. میگه رزق هر چند بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. میگه من شک ندارم خدا رزق و روزی منو میرسونه، ولی عقلم هم میگه یه ذره تلاش بکنم. آها، پس موضوع اینجا تلاشه. یه ذرم تلاش بکنم، میدونم رزق و روزیمو میده، ولی خب تلاشم باید کرد. اما میگم که اتکا به خود داشته باشید، ترک ضعف. این دوتا بیت ترک ضعفه. ببین چی میگه. تا چند زمین نهاد بودن، سیلی خوره باد و خاک بودن. حتی خاک و باد. منو ببخشید. من آقا چی میگم؟ سر بالا. میگه تا چند زمین نهاد بودن، تا که این خواهی رو زمین افتاده باشی ضعیف و ناتوان. سیدی بخوری از کی؟ از خاک، از باد، از همه. گردن چه نهی به هر قفایی. خب ببینید قفا شما میدونید یعنی پشت گله، گردن. اما اینجا یعنی پس گردنی. چلپ پس گردنی میزنی؟ آها، پس گردنی. میگه گردن چه نهی به هر قفایی، راضی چه شوی به هر جفایی. چرا کرکی به ظلم میکنه، جفا میکنه، تو راضی میشی؟ چرا هرکی پس کرده این زد پس کلت سر تو انداختی پایین گفتی چشم؟ ترک ضعف. برو قوی باش، قدرتمند باش. یا مثلا بیت بعدی رو نگو، دو تا پایینیش. هر که نان از عمل خیش خورد که منت حاتم طایی نبرد. و یه بیت فاجعه قشنگ. اگر انقاض بی برگی بمیرد، شکار از چنگ گنجشکان نگیرد. اولا انقا
یعنی سیمرغ. میگه اگه سیمرغ اون پرنده افسانه‌ای از بیحالی و گشنگی در حال مرگم باشه، نمیره شکار دست اون گنجشک ضعیف رو بگیره. اگر انقاض بیبرگی بمیرد، شکار از چنگ گنجشکان نگیرد. این یعنی چی؟ این یعنی ضعف و بذار کنار، عزت نفستو حفظ کن، خودت تلاش کن، از بقیه نکن. این میشه عزت نفس. باریکلا. این از این. بریم جلو. چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. میگه آقا سعی و تلاش کن، خب بازم دعوت به قدرتمندی، که از تو ماند چو شیر. میگه اتفاقا تو مثل اون شیره باش، برو شکار کن، به دست بیار، بقیه غذای تو رو بقیه استفاده کنن، به بقیه خیر برسون، نه که وایسی بقیه به تو خیر برسونن. چرا میگه مثل اون روباه به پس مونده و باقی مونده یه غذای بقیه راضی تو؟ یعنی چی؟ دعوت میکنه به قدرتمندی و بی‌نیازی از بقیه و بازم پرهیز از چی؟ ضعف و نیازمندی و ناتوانی. خودم یه کاری کنم. آها این یعنی چی؟ دوباره اتکا به خود. این هم از این. اما بخور تا سه تا بیت آخری ما، سه چهار تا بیت آخری ما، بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. بخور تا توانی به بازوی خیش. اینجا نوشتم خودکفایی. تلاش کن خودت به دست بیایی، که سعیت بود در ترازوی خیش. آخر سر چیزی که تو ترازوت میذارن، منظور از چیزی که تو ترازوت میذارن چیزی که آیدت میشه. بچه شما میدونم نمیبینید، ولی من یه کاری میکنم که ببینید. شوخی ندارم من. نگاه کن، نگاه کن، در ترازو بودن کنایه از اینجا رو دارم درست میکنم، شما حتما درستش کنید. آها آیده، نقطه‌اش ببین، آها آید شدن، چیزی رو به دست آوردن. میگه اگر خودت تلاش کنی، چیزی که آخر سر میذارن راضی کننده است بازن. حالا میگه بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. چیزی که آخر آیدت میشه نتیجه سعی توه، میزان سعی توه. اینم از این. اما بریم جلو. بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. سر بالا. بگیر ای جوان دست درویش پیر، یعنی ای جوان دست درویش پیر رو بگیر. درویش یعنی چی؟ یعنی سائل، گدا، خواهنده از درها. در هر خونه میزنه به من کمک کنید. پرسنده بنویسه درسته ها، پرسنده، کسی خواهش میکنه. اینا معانی چیه؟ درویشه. بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. خودتو ننده رو زمین، به ضعف نزن ای به من کمک کنید. اتفاقا تو که جوانی زورشو داری، برو دست درویش پیر رو هم بگیر. این یعنی فقیر نوازی و درویش نوازی. این یعنی دعوت به یاری ضعیفا و بدبخت بیچاره و ناتوانا. باریکلا. خودتو به ضعف نزن. به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش، که فکر دیگرانی. گفتم دیگم بابا فکر بقیه هم هستی، که فکر دیگرانی درویش نوازی، کمک به دیگران. ای پادشاه سایز درویش بر مگیر، ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است. یه دقیقه گوش بده. قدیما یه زمین گندمی که بوده درو میکردن، یه سری آدم های فقیر بودن، به اینا میگفتن خوشه چین. اینا میومدن توی اون زمین باقی مونده اون در واقع گندما، اون خوشه هایی که رو زمین افتاده رو برمیداشتن، در واقع اونا رو خدمت ازم جمع میکردن و استفاده میکردن. به این آدم های فقیر میگفتن خوشه چین، که اصلا یه عبارت معروف داریم که سابزمه میگه بابا شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید. از تن نزنید، از ریشه همه رو نزنید، ساقه ها رو همه رو درست جمع نکنید، بذار بمونه این خوشه چین ها میان یه چیزی میخوان بردارن. قبول آقا؟ آوری کلا. حالا میگه ای آقای پادشاه، سایت از سر درویش ها بر نداری یا؟ هر جای خرمن گندم باشه خوشه چین هم پیدا میشه، توی که پول داری بدون پس دورت خوشه چین هم هست، بهشون کمک کن. یا مثلا یه بیت خوشگل، میگه کسی بر سر خلق زیبد امیر، میگه کسی شایسته اینه که پادشاه مردم بشه. زیبد یعنی زیبا است، منتها
اینجا معنی شایسته است میده. از مصدر زیبیدن یه فعله که دیگه شما بهش نیازی ندارید. که افتادگان را بود دستگیر. آوری کلا، کسی لایقه امیر بودن و پادشاهی مردمه که دست بقیه رو بگیره. ثوابت باشده، هوی با تو هم، ثوابت باشده دارای خرمه اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. باری کلا، رحم کن به خوشه چین ها ای آقای دارای خرمن. میگه این برای تو ثوابه. قسمت شد این نکته هم بگیم. ثواب، ثواب، ثواب بالا یعنی درست، ثواب پایینه که یعنی پاداش. میگه اجر و پاداش داره آقایی که خرمن گندم داری اگه به خوشه چینا یه رحمی هم بکنی. بسیار عالی. بریم سراغ بیت بعدی، سه بیت آخر. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. معنی ها کن، خدا را بران بنده تو رو قرآن نگاه کن، خدا را بران بنده بخشایش است، یعنی بخشایش خدا بران بنده است که، فهمیدی چی شد؟ آها، پس میشه بخشایش خدا بر آن فلان است که، یعنی این رای اینجا تبدیل به چی شد؟ کسره شد. بخشایش خدا برای اون بنده ایه که خلق از وجودش در آسایش است، به مردم آزار و اذیت نمیرسونه. آفرین. میخواد بگه بخشش خدا در گروه خدمت و خوبی به خلقه. خوبی کن تا خوبی ببینی. آها، از ماست که بر ماست. باری کلا، نتیجه عملتو میبینی، از ماست که بر ماست. بسیار عالی. بیا اینجا ببینم، میگه خواهی که خدا بر تو ببخشد با خلق خدای کن نکویی. میخوای خدا تو رو ببخشه، با مردم خوبی کن. ببین، خدا تو رو ببخشه، با مردم خوبی کن. تخم نیکی بکار، نیکی کن درو، خوبی کن خوبی ببینی. حالا میگه اگر قرار ما خوبی کنیم و خوبی ببینیم، پس هر کی عقل داره خوبی میکنه. کرم ورزد آن سر که مغزی دروست. میگه اگه توی سرت مغز باشه کرم میورزی، یعنی بخشندگی نشونه خردمندی و عاقلی تونه. عاقلی پس داری به مردم کمک میکنی، چون میدونی کمک تو الان به این بنده ها بعدن تبدیل میشه به کمک خدا به تو. بسیار عالی. که دون همتانند بی مغز و پوست. میگه آدمای دون همت و احمق این کارو نمیکنن. این از این. اما کادر بعدی، کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدای. آقا منظور از این دو سرای این دنیا و اون دنیاست، دنیا و آخرت. کسی تو دنیا و آخرت دخترا پسرا خوبی میبینه که نیکی رساند به خلق خدای. یعنی بازم یه از ماست که بر ماست ریز داریم. قبول؟ میگم اینجا نکن، میگه نیکی در دو جهان نتیجه نیکی به چیه؟ خلقه. قبول؟ خیلی مهمه این بیت، مهمترین بیت درس. این از این. اما یه گنج حکمت خیلی ساده داریم و بعد کار من تموم میشه. بچه امروز من باید یه 10 دقیقه یه رو بی زودتر برم اینجایی، باید یه 10 دقیقه یه رو بی زودتر برم که به یه جایی برسم، به یه کلاسی برسم حتما. از اون برم شب با هم 9:30 کلاس داریم تا 10:45. حتما حتما حواستون باشه اون کلاس رو باشید، بهتون میگم آخری کلاس چیکار کنید. گنج حکمت رو که درس دادم، شما یه 20 دقیقه نیم ساعت تا کلاس آقای طاهری در واقع فرصت دارید. میخوام یه 10 دقیقه یه ربع بشو وقت بذاری تستای در واقع درس 1 سال 11 رو بزنی، که شب من بیام بگم این میشه این میشه این میشه، یه توضیح کوچیک بدم، نه اینکه وقت بدم. اوکی؟ یعنی وقتمون رو یه سیو هم اینجوری میکنیم. ببین چی میگه. میگه موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را 10 برابر خود برداشته. یه مورچه‌ای یه ملخی رو 10 برابر خودش بلند کرده بوده. همه تعجب کردن، گفتن او این مورچه رو ببینید که بار به این گرانی میکشه، یعنی بار به این سنگینی رو داره میکشه. اینجا جامی احتمالا یه حرکتی زده بوده، یه چیزی استفاده کرده بوده. میگه خب مورچه رو دیدن یه ملخ بلند کرده. میگه همه گفتن چجوری اینو میکشه. میگه مورچه اینو شنید، خندید، گفت یا علی مورچه حرف زده. مردان چه جمله‌ای هم گفته، مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند نه به قوت تن. عجب آدمی، باری کلا، عجب مورچه پلنگی بوده. نگاه کن اینجا رو،
مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند. همت و حمیت لغت و املا فوق مهم. اینجا نوشتم واسه تا بابا. همت همون اراده و عزم. هر جا صحبت از همت است معانی آن را به یاد بیاورید. یه همت داریم تلاشه. جهاد عزم اراده است. یه همت هم خدمت بزرگوارتون عرض کنم داریم که اونم خیلی مهمه، به معنی کمکه. اینا با هم قاطی نشن. حالا این کدوم معنیشه؟ این معنی تلاش و جهادشه. میگه مردا بارشونو با نیروی تلاش و مردونگی و غیرت و جوانمردیشون میکشن، نه به قوت تنشون. تو رو امام حسین مواظب به معنی های حمیت باشید، غیرت، جوانمردی و مردانگی. تو رو قرآن قسمت دادم. آقای پازوکی مفهومش چی میشه؟ اینجا نوشتم. اولا گفتم بلند همتی و مردانگی قبول، ستایش همت و تلاش و جهاد قبول، ولی اینو بنویسید: مردان واقعی کارها را با غیرت و تلاش خود انجام میدهند، نه زور بازو. ایزی ایزی، تمام تمام. تا سر این و ناکن تست 1 تا 15 رو بزنید، ایشالله شب میام یه تحلیل روش میکنیم. نهو رو باید دست نده، خیلی مهمه. به دوستاتون هم بگید خیلی مهمه این روزا با کلاسای من پیش بیان، نرن آفلاین های 4 ماه پیش رو ببینن. الان با من باید زنده باشی، الان باید با من به آزمونت برسی که آزمونتو بیشتر بزنی، که نتیجه بهتر بگیری، که حس کنی پیشرفت کردی. خیلی هم به موقع رفتیم جلو. 1 تا 15 تستا رو بزنی، شب تحلیل میکنیم. خیلی چاکرم، فعلا خدافظ. شب میبینمتون 9:15.